عرض سلام دارم خدمت بینندگان محترم تلویزیون سپیده استقلال و آزادی. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای بنصر. سلام با شما و شنوندگان و بینندگان گرامی. بینندگان محترم تلویزیون مستحضرم که در دو جلسه با آقای بنصر در زمینه منشور اقتصاد تولید محور که ایشون در سال 1390 انتشار دادن و موضوع صحبت دو مصاحبه با ایشون و گفتگو با ایشون مسئله نتایج اجرای این منشور اقتصاد تولید محور بود که تدابیری لازم است اتخاذ بشه در بُعد اقتصادی که ایشون 14 زمینه رو در بُعد اقتصادی برشمردن، چه تدابیر انجام میشه و چه تأثیراتی در اقتصاد ایران میذاره و از آنجا که جامعه دارای 4 بُعد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی است، در هر تدبیر اقتصادی، اجرای هر تدبیر اقتصادی بر مبنای اقتصاد تولید محور اثراتی هم در 4 سه بعد دیگر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی میگذاره. در یک گفتگوی دیگر ایشون حدود 12 تدبیر سیاسی رو برشمردن که اجرای منشور اقتصاد تولید محور اون تدابیر رو لازم میدونه و اگر نظامی بخواد این تدابیر اقتصادی رو اجرا بکنه، منشور اقتصاد تولید محور، پس بنابراین علاوه بر اون تدابیر در بُعد اقتصادی و سیاسی، لازم هست در بُعد اجتماعی و فرهنگی هم تدابیری متناسب با اون دو بُعد دیگر به اجرا بگذاره که در این گفتگوی این هفته در بُعد اجتماعی تدابیری که باید نظام اتخاذ کنه، دولت اتخاذ کنه، در بُعد اجتماعی رو به بحث می‌گذاره. بله، در بُعد اجتماعی تغییر اول و بسیار مهم که در طول تاریخ ایران مردم این کشور به خاطرش جنبش‌های مکرر انجام دادن و هنوز بدون نرسیدن، منزلت انسانی است. شناختن انسان به مثابه موجود حقوقمند، خصوصا زنان. زنان به لحاظ این که در یک به محصی که شما گفتی اقتصاد تولید محور، همین جمله رو که گفتی تو ذهن میاد به این که انسان تولید کننده، و این انسان تولید کننده نقش اول رو پیدا میکنه که زن. این نمیتوانه بی منزلت باشه و تولید کننده باشه. از مادری بگیرید تا فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، اگر این نتونه تصدی بکنه به عنوان با منزلت و حقوق من، خب این نیروهای محرکه وجود پیدا نمی کنن. اگر هم وجود پیدا کنن، وجود معیوب پیدا می کنن. اولش همه اول همین انسانه که نیروی محرکه، نیروی محرکه سازه که جوان دیگه، جوان نیروی محرکه از جامعه هست. خب این اگر درست تربیت نشود، شما چگونه می توانید اقتصاد تولید محور من با این پیشرفت علمی در دنیا تصدی کنید؟ پس این زن می باید منظرت پیدا کنه و حقوقمند بشه و این بتوانه یک جامعه، در یک جامعه که او هم در این اقتصاد تولید محور نقش پیدا میکنه، این عنوان شهروند با منزلت، با کرامت، نقش خیش رو به انجام برسه. اهمیت صحبت شما رو از اینجا بیشتر معنی میشه که در یک نظام حاکم استبدادی که قلب معانی میکنه، مثلا ایثار و فداکاری رو، مادری رو ایثار کرد و فداکار میدونه که از حقوق خود بگذره، درسته که برعکس این نظری که شما پیشنهاد میکنید، منزلت داشتن و حقوقمند شدن است که پایه یک تربیت صحیحه برای بزن. انسان هم به معنای عمل به حقوق است، نه به معنای چشم پوشیدن از حقوق. برای حقه که آدم باید بیسته، اگر لازم شد، البته انسان هم باید بکنه،
برای اینکه حقوق من زندگی کنه، نه برای اینکه حقوق من زندگی نکنه. این تدبیر اول و تغییر اول. نمیشه بعد شما یک جامعه رو بگید بخار اقتصاد تولید محور داشته باشید ولی مردم بیسواد دیگه بدون حقوق، بدون منظرت، بدون کرامت. ناممکنه. اگر بخواهید که ما جامعه دارای اقتصاد تولید محور باشیم به ضرورت، اون همراه می شود با این تغییر کوکلاده اساسی که با منظرت شدن انسانه، خصوصا زنان. دو، تدبیر دوم طبیعتا با هر اقتصادی، هر جامعه سلسله مراتب خاص خودش داره، سلسله مراتب اجتماعی ها. که مثلا فرض کنید که بچه مبنای کسی او بالا قرار میگیره، رده بندی تا پایین میاد، اینا ضوابطش کدام هست؟ ضوابط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اینا یه ضوابطی داره. قدرت که شد محور در اقتصاد تولید مصرف، محور قدرت محوره عموما، وقتی رژیم استبدادی همینطور. به مقداری که شما قدرت دارید جای اجتماعی شما تعیین می شود. اگه شما این محور رو برداشتید، خب این سلسله مراتب فرو می ریزه. ببین چقدر آزادی انسان آزاد میشه و میره مبنای دیگری که تقوا باشه، که عدالت گستری باشه، که دانش پژوهی باشه. اینها میشود به اصطلاح معیارها برای اینکه انسانها در جامعه ها کوشش بکنن و با هم مسابقه بدن. در واقع منزلت انسان چون این همانی داره با حقوقش و از اون نشأت میگیره، وقتی قدرت اصل میشه، انسان قدرت هم که متذبذبه، یعنی مرتب تغییر میکنه، پس بنابراین منزلت های انسان بی علت نیست که در نظام های استبدادی انسان منزلت نداره. نداره، برای اینکه قدرت برای با منزلت جور نیست. شما قدرت یعنی که هر وقت لازم دید حتی انسان رو حذف بکنه، یه بخواد منزلت انسان حقوقش رو رعایت بکنه یا نباشه، این که دوتا شده. در اینجا سال در این تدبیر دوم سلسله مراتب اجتماعی بود که هر جامعه این سلسله مراتب رو داره. که شما الان فرض کنید که در حال حاضر چون قدرت محور قدرت در سلسله مراتب، آقای خامنه ای که پیش از انقلاب رو عضو میخونده حالا مقام اول داره، با اون بالای بالاست. این پاسدارها رو شما رو میبینید سوابقشون چه بوده، هرچه بوده، اینا بر مبنای دستاوردهای علم و دانش و تقوا و خدمتگزاری اینا نیست که اینا به لحاظ رتبه و مقامی که دارن در این سلسله مراتب جا دارن. حالا این وقتی شما اقتصاد تولید محور شد، اینا همه فرو می‌ریزه برای که بی مصرفه، بری پی کارش. یک سلسله مراتب دیگری جاش می‌گیره، اونا ضوابط و معیارهاش همینا که گفتم، دانش هست و حقوق مندی است و رعایت حقوق هست و تقواست و با اراده یک دولتی هم از بین نمیره، نمیره برای خود انسانی که داره. خب سوم، استعدادهایی که الان میگه سال 150,000 تا از ایران میروند، اینا در خود جامعه که نقش پیدا میکنن دیگه، در لازم نیست که بطن اینا شو رها کنن. این زندگی که ارزشمند میشود در ساختن، اینو رها کنه بره در یک کشور بیگانه ای بشود خدمتگزار یه دستگاهی در اونجا، به زندگی مزدوری بدون یه وابستگی‌های واقعی تو اون جامعه بیگانه زندگی کنه. خب تو وطن خودش در ساختن تو صاحب منزلت هم میشه. این نفسی که بگن این نسل، این تصور همینه بفهمون که با در حالی ولی انقلاب هم این شور و هیجان به وجود آمده بود که بگن این نسل ایران و ویران رو گرفت،
ایران آبادان رو ساخت. چه کسی حاضره که این نقش عظیم رو در تاریخ رها کنه که نسل بعد نسل اینها این زندگی رو بگه من این بخشی از این زندگی رو از اون نسل دارم، بعد بره بزنه فلان گوشه دنیا اونجا فرش کنیم من فلان قدم حقوقش بدم. این اعلی اگر میره برای اینکه در این به قول سعدی حب وطن گرچه حدیثی شریف، سعدی حب وطن گرچه حدیثی شریف، نه تبا مرد به زدت که من اینجا زادم، الان این وضعیت هست که داره میره. پس این تغییر و تدبیر سوم. چهارم تغییر ساخت کار که در حال حاضر که مردم کشور ما بیکارن، یعنی همین کار اجرایی ساده را هم به نیست که بکنن و رژیم برنج بونی بخش بزرگ از این جوانها رو که فشار به عنوان نیروی بیکار فشار بیارن خونسا کنه میبره حجم دستگاه اداری بزرگ کرده بی‌تناسب با نیازهای جامعه ایرانی و بخشی از اینا هم به سرکوب تبدیل کرده به آمد سرکوب. این وقتی اقتصاد تولید محور شد این ساخت کار اولا کارهای فراوان ایجاد میشه، ثانیاً به این که با پیشرفت علم و دانش حالا میشود که بهره‌وری خیلی بالا میره، میشود که هر انسانی بتونه چندین نوع کار رو تصدی بکنه که در حال حاضر ایران یکیش هم نداره. شما را ببینید جامعه تصور بکنید که انسانها جامعه هم. یعنی کارهای متفاوتی رو تصدی میکنن از سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، هنری اینا تصدی میکنن و یه جای جامعه شاد، فعال، خلاق، پرهیجان، پرشوق، پرشوق این حالا جامعه قمزده مفلوک اصلا تناسبی با هم ندارن. اینکه چقدر یک جامعه شاده به شما میگوید که این اقتصاد چقدر تولید محوره. در غرب همین الان این مشکل هست که در این مقداری که اقتصاد رفت روی خدمات اثر گذاشت بر این روحیه عمومی و بیشتر میدن مثلا به فرانسوی مغز، یعنی دژمه بیابه ها در هم رفته ترس آینده آمده جنوب چیزا پیداشت. در انگلستان هم میگن در میگن در آلمان کمتره، نمیدونم چند در آلمان کمتره، شادترین مرزومان در آلمان کمتره، اونجا کمتره. خب چهارمین تغییر این سندیکاها هستن که حالا در این کشور در واقع وجود واقعی ندارن، اونجا وجود واقعی پیدا میکنن برای اینکه گروه های مختلفی که فعال کار میکنن اینا سندیکاهای خودشون رو میتونن داشته باشن، علاوه بر اینکه جامعه مدنی توانمند میشود و چون خود اقتصاد تولید محور او تصدی میکنه، جمهور مردم تصدی میکنن، جامعه مدنی فوق العاده توانمند میشه، میتونه سازمان های سیاسی رو در خود نگه داره و اینا عامل اجرایی او باشن در اداره دولت، نه به عکس برن بشن وسیله کار دولت در مهار جامعه، مثل همین که الان گفتیم از سیاسی واحد سیاسی نظامی. مثلا در آلمان دیگه از خصوصیات هست که در جامعه بی نهایه حالا سندیکا که به جدا که بزرگترین سندیکاهای کارگری در آلمان وجود داره، اما خود جامعه مدنی بیش از حد این انجمنهای NGO ها تشکیل شده که اصلا احزاب سیاسی به گردش اینا میرسه، یعنی اونها که بار اداره جامعه مدنی روی انجمنهای که به وفور وجود داره حمل میکنه در اقتصاد آلمان. حالا تدبیر بعدی این که در دموکراسی ها بر اصل انتخاب که در قبل وجود داره یک به اصطلاح
نقدی مرتب به این دموکراسی ها میشده، از ابتدا میشده، همینجور ادامه داره، الان هم میشود. اون نقد اینه که میگن دموکراسی در واقع یک نظامی است برای اینکه بنیادهای جامعه به دیکتاتوری اداره میشه. مثلا در آلمان، در فرانسه دموکراسی مردم میرن پای صندوق ها رای میدن و مجلس و حکومت اینا رای میکنن، ولی واحدهای اقتصادی به ترتیب دموکراتیک اداره نمیشن، دیکتاتوری اداره میشن. یعنی کارفرمایی دستور میده، اعضا اجرا میکنن، حقشون چرا ندارن، اگه بیکارشون بخواه بکنه طبق قانون بدن شکایت کنن که ما اینا رو بیکار کرد، بله که چی تولید بشه، چی تولید نشه، چه اندازه تولید بشه، اینا کارفرما تصمیم میگه. همینطور در خانه، در واحد خانواده، حالا این مقدار تغییراتی شده که برای زن هم یه حقوقی در اداره خانواده قائل شده. بله قبلا که رئیس خانواده مرد بود و زن حتی اجازه این که حساب بانکی علاحت داشته باشه هم نداشت. اگر مالدار بود و شوهر میکرد، تصدی اون مالش هم با شوهرش بود. بله این مقدار تغییرات شده. همینجوری باید بنیادهای دیگه. خود دولت هم همینجوره. دولت هم رئیس جمهور دستور میده، وزرا اجرا میکنن. این خب میگن این نقص بزرگ دموکراسی های قبل. یعنی دولت حافظ اداره دیکتاتوری، دموکراسی وسیله توجیه بنیادهای جامعه است که به دیکتاتوری اداره میشه. و دستگاه دینیش هم همین دیکتاتوری دیگه. خب به محصی که اون قرار صادر کرد تمام کشیش ها باید اطاعت کنن، تمام مؤمنین هم باید اطاعت کنن، ولی حتی حالا مدت سیاسیش نداره، در کلام روی خودش ولی حتی مدتقش داره، از اون برای حتی مدتقه دوران قرون وسطا در کلام روی مذهبش باقی مونده. خب حالا این میگن این باید تغییر بکنه در خود غرب و دموکراتیزه بشه این بنیادها تا هم دموکراسی پیشرفت بکنه، هم این بحران های اقتصادی و بحران های دیگه این ها وجود نیاد. خوب هر از چند یه بحران سیاسی وجود میاد، بحران اجتماعی وجود میاد تو کشورهای غرب، این ها بخواد وجود نیاد باید که این بنیادهای جامعه هم چه بشه؟ دموکراتیزه بشه. دقیقا هرگاه شما بخواید اقتصاد تولید محور داشته باشید که در اونجا سرمایه تبعیت بکنه از خواستای انسان، نه به عکس، اون وقت ناگزیر میباید که این خود واحدهای تولیدی به طور دموکراتیزه یعنی اختیارات و مسئولیت ها توزیع بشه. در دیگر بنیادهای جامعه هم همینطور، احزاب سیاسی هم باید به همین ترتیب اداره بشوند، مثل دموکراسی و رأس مشارکت بگیم به این ترتیب اداره بشوند. در اون صورت اون وقت اون منزلت انسانی که گفتیم کاملا تحقق پیدا میکنه، به لحاظی که در هر جایی، در خانه، در مدرسه، احزاب سیاسی، در بنگاه های اقتصادی، اینا هر کسی میره اونجا و کاری رو انجام میده، در این حال برخوردار است از حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی، حقوق فرهنگی. یه تغییر فوق العاده عظیم در زندگی انسانی در سراسر جهان میشود. این تناسب داره با اقتصاد تولید محور. خب نتیجه این که توحید اجتماعی، این تدابیر بالا که عرض شد، این تضاد اجتماعی رو بی‌محل میکنه، توحید اجتماعی با محل میکنه. یعنی چه؟ یعنی شما داری جامعه با دارای گروه بندی های اجتماعی دارای مثلا منافع متضاد، چنان که حزب واحد سیاسی نظامی قدر که ستون فقرات رژیمه، اینا منافعی داره که با منافع کشور سازگار نیست. مافیاهای نظامی مالی که
40% تولید کمترین مراوات تولید ناخالص ملی رو رانت و اینا به جیب میزنن، منافعی دارن ضد منافع جمهور مردم. خب شما اینا رو برمیداری دیگه تضاد مهمی محل میشه دیگه، میشه توحید، دشمنی میشه دوستی، جامعه میشه یک فضای دوستی، فضای اجتماعی دوستی، رابطه ها میشه رابطه حق با حق، نتیجه سرمایه اجتماعی چی میشه؟ به حد اکثر میرسه و این اون نیروی محرکه عظیمیست که متاسفانه در جامعه های استبدادی به کلی از بین میره که هیچ، چون تضادها خیلی شدیدن، میزان تخریبی که به حد اکثر میرسه. آقای بهتر، در همین جوامع غربی مثلا هم آلمان رو بگیریم که اقتصاد داره نسبتاً در برخی از زمینه‌هاش که بودجهش برداشت از تولید ملی است، اما چون در بخش‌های سیاسی یا اجتماعیش به همجور که شما به درست اشاره کردید این بر اساس حتی احسابش بر اساس تضاد منافع اقشار مختلف شکل میگیره، پس بنابراین اون اقتصاد تولید محور به معنای واقعیش در اینجا هم که نیست هیچ، به خاطر که بخشی از تولیدات همین ویژگی‌هاش نداره، همین ویژگی یعنی بخشی از تولیدات این هم تولیدات مخرب بیرانگره و همین جهت این سرمایه ها و نیروی بارکی هم به هدر میره. بله، بخشی مهمش هدر میره. همینطوره در اقتصاد تولید محور ایرانی نیست، تخریب نیروهای محرکه نیست، نظام اجتماعی باز و تحول پذیره، بنابراین نیروهای محرکه میتونن جذب بشن و رشد رو بیشتر کنن. خب بس با این ترتیب ما یک اثر بسیار مهمه اون این تغییر و تدبیر، این بالا رفتن سرمایه اجتماعی است در جامعه که در حال حاضر این سرمایه شاید تا منفی شده به لحاظ این استبداد حاکم، در جامعه های دیگه هم این میتوانه، هم در جامعه هایی که الان شما گفتید میتونه سرمایه اجتماعی به لحاظ فردیت شدید این به کاهش پیدا کنه، حتی منفی بشه، که این توضیح میده مخرب بودن بخش از فراورده ها رو و سرمایه گذاری ها. توضیح جمعیت فعال در سطح کشور، خب الان در حال حاضر چون اقتصاد تولید مصرف محوره، یک جمعیت های بسیار بزرگ جمع شدن در چند شهر ایران، اول همه تهران که نصف مصرف ایران و تهران رو میکنه، بقیه همه کشور هم رها شده بیابان. اقتصاد تولید محور با اون ویژگی های تغییرات و تدبیرهایی که گفتیم، این توزیع جمعیت در سطح کشور رو متعادل میکنه و این سر کشور که به این ترتیب توزیع شد، حالا چون میخواد متمرکز میشه مثلا در تهران، خود تهران هم از سبزی آری میکنه و آلودگی محیط زیسته به حد اکثر میرسونه، این آلودگی میاد به حد اقل، سرسبزی سرزمین ایران میره میشه به حد اکثر. این هم تدبیر دیگره از تدابیر اجتماعی و بالاخره بار تکفل رو کم میکنه. شما در یه جامعه که بیکاری زی بالاست، زنان رو اصلا از چرخه تولید خارج هست، بار تکفل خیلی بالاست، یعنی نفر که اگر در یه خانواده کار کنه باید هزینه یه خانواده بزرگ رو تصدی کنه، بار تکفل خودش مانع بزرگ خیز برداشتن جامعه است در اقتصاد، برای اینکه امکان سرمایه گذاری پسنداز و سرمایه گذاری رو کم میکنه، نیروهایی که باید فعال باشن در اقتصاد چون بیکارن، اینها بیکار که بیمعنی تب خربه دیگه، بیکار که خونسا که نیست چون تولید نمیکنه مصرف میکنه تا این دخل میکنه، پس بار تکفل چی میکنه؟ کاهش میده به دلیل که میزان کار افزایش میده و انسان ها کارهای متفاوتی هم به تدریج دیدیم و جالبه با این فرق فزاینده در ایران که هیچ زمین سازی هم نشده و نبود اشتغال، سیاست بالا بردن جمعیت را هم میخواد، یعنی باید تکفل بازم سنگیدتر هم میخواد بکنه. میگم که این
یه حرفی میزنه توجه نمیکنه که همین یکی شما بخواید این عملی بشه چه تغییرات سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی باید انجام میگیره تا جمعیت بتونه در حد مطلوب افزایش پیدا کنه. بلا اونا نشود این بشود میشه با فاجعه هستی که با تکفل خیلی سنگین میکنه عوارض دیگه داره طبیعت رو بیابانتر از اینکه هست میکنه. خانمان که باید پیری جمعیت رو به روز افزایش جمعیت رو اینقدر در تغییراتی که بر بعد اقتصادی سیاسی میذاره مورد سنجش قرار میگیره که تا چقدر این رو تبلیغ بکنیم که بتونیم تبعات اقتصادی سیاسیش رو به فرهنگیش رو بتونیم اصلا زمینه هاش رو فراهم بیاریم. نمیشه به این راحتی بقید و تدبیر و تغییر مهم بعدی کاهش آسیب های اجتماعی است. در جامعه استبداد‌زده بیکار و اقتصاد مصرف محور آسیب های اجتماعی میل میکنن به حد اکثر. حالا اون چون اونا نیست دولت هست و حقوق هست اینها میل میکنه به حد اکثر و این یکی از مهمترین دستاورد های اون چیزی رو بالاخره ارز کنم که سیاست مداری به لحاظی که در یک اقتصاد قدرت محور ولو هم تولید محور باشه چون قدرت محوره سیاست نقش پیدا میکنه در روابط قدرت همین که فوکو بهش میده دیکتاتوری سیاست. خب در جامعه ما زن به عنوان ضعیفه در واقع به عنوان سیاست مداره و یعنی وسیله توجیه سرکوبگری رژیم وسیله توجیه سیاست اقتصادی رژیم که زن باید مثلا در خونه باشه وسیله و توجیهگر سیاست و مثلا تدابیر سیاسی رژیم که زن باید در امور وارد بشه و و و خب اینا این برمان مدار میره جای انسان میشه انسان زن میشه زن سکرم میاد در حد طبیعت و بالاخره تدبیر آخری کارکرد اجتماعی جوان که در حال حاضر جوان در اقتصادها در جامعه های ما حال خودم در حال جای دیگه هم کم و بیش اینجور شده جوان نقشش این است که جامعه رو بازتر بکنه نظام اجتماعی رو برای اینکه خود او بتوانه فعال بشه به عنوان نیروی محرکه و به عنوان نیروی محرکه سازی که اون نیروهای محرکی که می سازدن باید به کار بگیریم خصوصا در ساختن نیروی محرکی مثل اندیشه راهنما برای مثل تحقیق. اندیشه راهنما مثل اونا در بخش فرهنگ خواهیم دید مثل از کنم سرمایه مثل دانش مثل فن انرژی نمیدونم کارمایه سرمایه اجتماعی همه اینا جوان می باید که اینها رو نظام اجتماعی رو بازتر کنه تحول پذیرتر کنه و این نیروهای محرکه رو به کار اندازه از جمله خودش این محل پیدا میکنه وقتی که نیست اقتصاد مصرف محور این نقش هم دیگه جوان نداره یعنی جوان در واقع هنوز جوان نشده پیره اینا باید با او دارن با یه رفتاری میکنن که با یه پیر بازنشسته دارن میکنن برای پیر بازنشسته چیکار میکنن خانه پیش سالمندان درست میکنه برای جوان الان در حال حاضر در ایران چیکار میکنه این چیزا باید بکنن که سرگرم بشه مثلاً گذران زندگی بکنه اینکه نقش داشته باشه به عنوان سازنده تحول تغییر پذیر کردن جامعه جهت دادن به رشد و این شتاب بخشیدن به آهنگ رشد آرمان داشتن و برای تحقق اون آرمان کوشش کردن نه اینها جوان در حال حاضر این نقش رو ندارد اینا رو که دست میاره شما بخوای به نسل جوان اون نقشی رو بدی که باید داشته باشه به حسابش بیاری حالا همین یک چیز بخواد این رژیمی این کاری این چقدر باید خودش تغییر بکنه؟ زمان این جوان بیکاره که در عنوان مرز باید از کشور فرار کنه زمینه تحصیل نداره آد نداره معتاده دوچار انواع اقسام نابسامانی های اقتصادی است آسیبای اجتماعی آسیبای منزلت نداره
حقوق من به حساب نمیاد، این تبدیل بشه به انسان تولیدگر نیروی محرک ساز ارزشمند کار انواع اقسام کار ابتکار و ابتکار در دانش و خلق و رهبری همین هم داشته باشه، در وطنش هم میمونه و به آبادی مملکتش هم میبرده. این تحول میبینید چقدر عجیب است. شما جوانان به خدایید، نقش خود رو نگذارید از شما بستانند. همین.